هستا، خدا کنه که خوب و خوش و سر حال باشین. فرح هستم با یک بلاگ جدید. موضوع بلاگ امروز ما یک موضوع خیلی حساس است که بیشتر مربوط میشه به والدین عزیز، پس ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. در زبان فارسی یک اصطلاح وجود داره به نام شمشیر دولبه و ای بیشتر وقتی استفاده میشه که یک فرصت و یک تهدید با هم یک جا به کار برن، یا یک چیز هم به فایده ما باشه و هم به ضرر ما هم زمان باشه، این اصطلاح در وقت استفاده میشه. موبایل و تلفن های هوشمند هم همچنین یک رول رو در زندگی ما داره، با وجودی که خیلی فایده هایی رو داره، خیلی از کارهای ما رو آسان میکنه، مسافه ها رو هیچ نمیفهمیم، فرسنگ ها هزارها کیلومتر از عزیزای ما دور هستیم، ولی از برکت امی موبایل و تلفن های هوشمند است که عزیزای ما رو همیشه در کنار خود احساس میکنیم، همیشه میتونیم همراهشان صحبت بکنیم. بجز از این موضوع خیلی کارهای دیگه است که بر ما آسان کرده، ولی مهمترینش به نظر من امی است که عزیزای ما رو همیشه پیش خود احساس میکنیم. در ولاگ امروز من میخوام تجربه خود و همچنان یک اندازه‌ای که مطالعه کردیم، راههایی که به خاطر دور ساختن طفل از تلفن‌های هوشمند است، او را برای شما دوستا شریک بسازم. ولی قبل از او خوب است که یک کم بفهمیم مضرات و ضررهایی که تلفن هوشمند یا موبایل بر اطفال داره اونا چی است. خطرناک‌ترین ضرری که تلفن هوشمند بر اطفال ای است که در یادگیری و آموزششان اختلال ایجاد میکنه. شاید شنیده باشین که در بعضی جایا میگن بر اطفال تا سن 2 سالگیش یک چیز را منع میکنن، چون تا 2 سالگی خیلی طفل در معرض خطر میباشه، از او جمله یکیش موبایل هستم. روانشناسای رشد کودک یا رشد اطفال به این عقیده هستن که اطفال تا سن 2 سالگی قطعا باید موبایل و تلفن هوشمند و این چیزا را استفاده نکنن، حتی تلویزیون میگن باید طفلا نبینن. ولی یعنی یک چیزی است که وقت خود ما صبح تا شام من حیث والدین، من حیث کلانا چند بار در دست میگیریم موبایل، این یک کار شاید ناممکن باشه در بسیاری حالات که ما کاملا طفل تا 2 سالگی یعنی اصلا نمانیم که ببینه، حتما بعضی وقتا کار می داشته باشیم، شاید تلویزیون برش روشن بکنیم. روانشناسای رشد کودک میگن که اگر اطفال پیش از 2 سالگی از موبایل استفاده بکنن و زیادتر موبایل برشان داده شوه، ظرفیت یادگیری طفل یا که کاهش پیدا میکنه یا حتی امو ظرفیت یادگیری طفل مسدود میشه. یعنی در بسیاری حالات شاید متوجه شده باشین مادر خیلی لایق بوده، پدر خیلی لایق بوده، ولی طفل لایق نیست. مثلا در مکتب برداشتش خیلی ضعیف است، یادگیریش خیلی ضعیف است، یا اصلا هیچ یاد نمیگیره، از مضرات موبایل است. ضرر دیگه ای است که طفل معتاد میشه به موبایل. معتاد تنها به مواد مخدر انسان نمیشه، هر چیزی را که ما بیش از حد بهش وابسته شویم، هر چیزی که ما بیش از حد رو استفاده بکنیم و هر وقت بخوایم که در دسترس ما قرار داشته باشه، او اعتیاد میشه. وقتی یک طفل بیش از حد موبایل، تلفن هوشمند، تلویزیون یا هر چیزی در دستش قرار بگیره، طبعا طفل به او معتاد میشه و ای به طفل یک نوع وابستگی را ایجاد میکنه که حتی باعث میشه در بعضی حالات طفل از مادر و پدر خود، از والدین خود دوری بکنن و بیشتر وابسته شون به تلفن یا به موبایل. استفاده کردن از موبایل به خاطر چی به خواب طفل اختلال ایجاد میکنه؟ به خاطر که نور موبایل تنها بر اطفال نیست، خودتان هم شاید متوجه شده باشین وقت شب موبایل استفاده میکنیم زودتر خواب ما نمیایه یا بسیار مشکل خواب میکنیم، یا که ساعت خود هم موبایل میمانیم، یک وقت متوجه میشیم که ناوقت شب شده. شعایی که از موبایل یا نوری که از موبایل بیرون میشه باعث میشه که هورمون به نام ملاتونین است فکر میکنم، اما هورمون ملاتونین که باعث آمدن خواب میشه، او هورمون را سرکوب میکنه. یعنی وقتی انسان میخواد بخوابه و می شعای موبایل روی چشم خورد، مستقیم خود هورمون سرکوب میشه و خواب انسان میبره و این باعث میشه که طفلا خوابشان کم شوه یا ای که اختلال ایجاد شوه در خوابشان، درست خواب کردن نتانن. پرخاشگری
یکی دیگه از مضریات یا از ضررهایی است که موبایل یا استفاده کردن از موبایل برای طفل ایجاد میکنه. دلیل پرخاشگری طفل یا افزایش پرخاشگری طبعا تنها موبایل نیسته. وقتی یک طفل پرخاشگر میشه یا به شکل خشونت‌آمیز با والدین خود یا با دیگر اطفال رفتار میکنه، طبعا که تنها دلیلش موبایل بوده نمیتونه، یه عوامل دیگه هم داره، ولی موبایل به خاطر ازی باعث میشه که طفل پرخاشگر شود. چون وقت بعضی برنامه ها را طفل میبینه، بعضی کارتونی ها را میبینه یا بعضی گیم ها را بازی میکنه، بسیاری از والدین متاسفانه یا نظر به ای که زیاد مصروف میباشن یا ای که مدیریت درست نمیکنن از طفلشان، طفلا به هر سایت میرن، به هر اپلیکیشن میرن و هر گونه ویدیویی که پیشویشان آمد را میبینن. مثلا جنگ کردن، نیفام، کشتی کج، شمشیر بازی و لاتو کوب، این چیزا را وقتی طفل میبینه از او الگو برداری میکنه. طفل هر چیزی را که میبینه کوشش میکنه که او را عاجل کپی کنه. خوب است که از ای که طفل ما چی میبینه همیشه نظارت بکنیم، همیشه مدیریت بکنیم و همیشه متوجه باشیم که طفل ما در کدام پلتفرما میره، تیک تاک میره، یوتیوب میره، گیم میزنه، کدام گیم ها را دانلود میکنه. یکی از ضررهای دیگه موبایل طبعا معلوم دارسته که بر چشمای طفل خیلی زیاد ضرر داره، چشمایش ضعیف میسازه، شعایی که در از موبایل به چشم طفل میخوره طبعا خیلی ضرر داره. و یک ضرر دیگهش که باعث میشه طفل چاق شوه. بعضی اطفال بیش از حد چاق میشن چون حرکت نمی داشته باشن، همیشه صبح تا شام در دستشان موبایل است، در یک حالت یا خواب هستن یا شیشتن، فقط بعضی چیزا و غذای مفید کمتر، فقط سنک و این چیزا را می خورن و در یک حالت شیشتن، از خود هیچ حرکتی را ندارن، طفل بدنش حرکت نمی داشته باشه، فقط چی میشه در حالت وزنش اضافه شده میره، بس خلاص. یکی از خطرناکترین ضررهایی که موبایل برای طفل داره دیگه ایشی است که خلاقیت طفل یا کم میکنه یا کاملا از بین میبره. طفل وقتی بیکار میباشه، اگر متوجه شده باشین، با خود فکر میکنه، بعضی چیزها رو وقتی میبینه از شما خیلی زیاد سوال میکنه، شما وقتی جواب میدین جواب شما رو دوباره سوال جور میکنه، ازتان پرسان میکنه. ولی وقتی طفل همیشه مغزش با موبایل درگیر باشه، با موبایل مصروف باشه، فرصت خلاقیت و فرصت تفکر از طفل گرفته میشه و این باعث میشه که طفل آهسته آهسته از ذهنش دیگه تنبل شوه و راحت خو کنه و ضرورت نباشه به این که طفل از خود خلاقیت نشان بده یا چیزی را پرسان بکنه، چیزی یاد بگیره. خب حالا میخوایم امو موضوعات را با شما شریک بسازم که امو نکات عمده را با شما شریک بسازم که با استفاده از او شما چه رقم میتونین اطفالتان از موبایل دور بسازین و استفاده موبایل بالای از اونها یا محدود یا کاملا قطع بکنین، که من خودم کاملا استفاده موبایل بالای دخترکم قطع کردیم، ولی در تلویزیون روزانه برش یک زمان تعیین کردیم، فقط در تلویزیون کارتونی سعی میکنه. من حیث والدین طبعا همگی ما میخواییم که اطفال سالم، اطفال شاد، اطفال خوش و اطفال داشته باشیم که از هر لحاظ بر مادر و پدر باعث افتخار باشه. اما متاسفانه در عصر کنونی بسیاری از فامیلا یکانه مشکلشان میشه که چه قسم طفل خود از موبایل جدا بکنن و اعتیادی که با موبایل فعلا پیدا کرده از او جدا بکنن. در بعضی فامیلا حتی شاید تقصیش نباشن، ضرور نمیبینن، میگن برو آرام از همراه موبایل، ولی فامیلایی که احساس مسئولیت میکنن، مثل یک خواهر ما که برام در یک ویدیو کامنت مونده بود، گفته بود که طفل ما خیلی معتاد شده به موبایل، هر قسم که میکنم نمیتونم که از موبایل جدایش بکنم. ما این موضوع را چون سرگذشت خودم بود از دخترک ما، یعنی بیش از حد معتاد نشده بود، ولی امو که مثلا گریان میکرد میخواست که موبایل بگیره، اونمو مرا رنج میداد، نمیخواستم که به خاطر آرام شدن به موبایل ضرورت پیدا بکنه و این باعث شد که من آهسته آهسته کار بکنم که طفلم از موبایل جدا شود.
من هم تجربه خودم رو شما دوستا شریک میسازم و هم بعضی نکاتی که من نمیفهمیدم ولی به خاطر آماده ساختن ویدیو من کم مطالعه کردم به اون موضوعات مهم برخوردم و هم رو شما دوستا شریک میسازم. نکته اول این است که شما خودتان درست رفتار بکنین. به چی معنا؟ وقتی خود ما صبح تا شام موبایل در دست ما میباشه، موبایل استفاده میکنیم، از طفل مایی توقع را نداشته باشیم که اصلا نام موبایل نگیره. ما هر کاری که میکنیم طفل او را کپی میکنه. اگر ما کتاب میخوانیم طفل طبعا کتاب میایه میخونه. اگر ما موبایل استفاده میکنیم موبایل استفاده میکنه. اگر ما تلویزیون میبینیم طفل میایه امرای ما تلویزیون میبینه. من سرگذشت خودم است، وقتی من درس میخوانم دخترکم اگر مدخه کارتونی سیل داره خودش میخیزه کارتونی رو گل میکنه، میره کتابچه و قلم خود میاره میشینه یا یک چیز رسم میکنه، مقصد مو امرای کتابچه قلم خود مصروف میشه. اطفال بیشتر چیزی که ما میگیم چیزی را که میشنوه او را عملی نمیکنه، ولی چیزی را که میبینه او را عملی میکنه طفل. از او خاطر خود ما عمل خود اول متوجه باشیم که درست باشه. موضوع دوم ای است که موبایل یا تلفن هوشمند ما یک وسیله تنبیه یا وسیله چی میگن پاداش برای یک طفل تعیین نکنیم. اگر نان تخوردی موبایل برات میتم، اگر نان نخوردی موبایل برات که دست داده نمیتونی، اگر درس تا خواندی اجازه داری که در موبایل ما دقیقه کارتونی سعی کنی، اگر درس نخواندی دیگه در موبایل ما گیم زده نمیتونی. ای ما موبایل خود ما وقتی یک وسیله تنبیه یک وسیله پاداش به یک طفل میسازیم تنها به موبایل او وابسته نمیشه، بلکه امو کار دیگه مثلا غذا خوردن، مثلا خوابیدن، مثلا درس خواندن به خاطر که او را انجام بده وقتی ما موبایل یک وسیله برش قرار میدیم این خودش باعث میشه که او کار اهمیتش بیش طفل کم بکنیم. در این حالت فقط ارزش تلفن هوشمند برای طفل زیاد میشه، نه ای که او بفهمه که مثلا مادرم مرا گفت که اگه درس بخونی درس خواندن مهم بوده، خیلی رقم نیست. فقط بر از او چی میشه؟ در حالت موبایل خیلی ارزشمند میشه، تلفن هوشمند ارزشش بالا میره و دیگه چیزا ارزش خود کاملا از دست میده. یک برنامه یا یک فریمورک یا یک چی میگن یک تقسیم اوقات را جور بکنین برای تمام کارهای اطفالتان که برای خودتان هم راحت باشه. این تنها برای کسایی نیست که مثلا مادرایی که وظیفه دارن یا مادرایی که همیشه در خانه میباشن. باور کنید مادرایی که در خانه هستن مسئولیتشان بیشتر است از مادرایی که وظیفه دارن. من خودم هم من حیث یک مادری که فول تایم کار میکردم در افغانستان تجربه کردیم و هم تا یک مدتی که وقتی آلمان آمدیم من کاملا در خانه بیکار بودم، درس هم نداشتم. من تجربه کردیم که وقتی در خانه میباشیم مسئولیت ما خیلی خیلی زیاد میشه، تنها به خاطر مراقبت اطفال نی، تنها به خاطر پاک نگاه کردن خانه یا دیگ کردن نی، از هر لحاظ مسئولیت زیادتر میشه. از او خاطر یک تقسیم اوقات یا یک برنامه را جور بکنیم که خودمان بتانیم به او پابند شویم. مثلا ساعتی که ما غذا تیار میکنیم در او ساعت طفل باید چی کار بکنه، میشه که با ما حوصله مندی بسیار زیاد طفل هم اجازه بدیم که آشپزخانه هم روی مده بعضی کار را کمک بکنه. هم خلاقیت طفل بالا میبره، هم مهارت طفل بالا میره و هم باعث میشه که طفل یک اندازه احساس مسئولیت بکنه. ای به این معنی نیست که برای طفل شما کار شاقه بکنین. مثلا من خودم وقتی غذا تیار میکنم دخترک کلانو مثلا میکنم میگم میخوای امروی ما کمک بکنین، امر نمیکنم که بیا کمک کن، میخوای امروی ما کمک بکنی، طبعا خوشش میایه میگه آه میخوایم کمک بکنم. چون که یک شبرش میمونم بالای میز قرار مثلا برش یاد میتونم که یک چیز را پاک کنه، مثلا ترکاری را پاک کنه. میشه که شما استفاده بکنین از اینمی بعضی تکتیک ها، بعضی روش هایی که طفلتان هم مصروف نگاه بکنین. وقتی شما مصروف یک کار هستین، بسیاری مادرها میگن من مصروف هستم، من زیاد کار دارم، نمیتونم که از طفلم درست مدیریت بکنم یا که امرای طفلم صبح تا شام ساتیری بکنم. ساتیری نه، هر کاری که شما میکنین خوب است که طفلم در کار دخیل بسازین و خوب است وقتی طفل میخواه که مثلا موبایل استفاده بکنه ازش پرسان بکنین تو با موبایل مثلا میخوای چی کار را انجام بدی، وقتی از زمین استفاده کردی از موبایل یا مثلا وقتی می گیم بازی کردی چی را به دست میادی تو. ای به این شکل نه که شما ازش برش هوشدار بتین یا سرش قال مقال بکنین، ولی برش یک فرصت بتین که فکر بکنه طفل، خصوصا طفلایی که یک ذره کلانتر شدن و
قوه درک دارن تا اندازه خوب از برشان می فرصت داده شود که یک بار خودشان فکر بکنن که واقعا ما وقتی میره میبینم چی به دست میارم. نکته دیگه ای است که طفل تشویق بکنیم کار را که دوست داره او را انجام بده. طبعا هر کدام ما از خود یک نوع یک سرگرمی می داشته باشیم، یک کاری انجام می دیم که خود با او سرگرم نگاه کنیم، با او حال ما خوب شوه. یک طفل خوش داره که رسامی بکنه، رنگامیزی بکنه، یک طفل خوش داره که بازی بکنه، ساتیری بکنه، یک طفل دیگه خوش داره که با مادر پدر خود ساتیری بکنه، یک طفل خوش داره که با خواهر برادر خود ساتیری بکنه. خوب است که ازشان پرسان بکنیم، یک طفل خوش داره مثلا بیرون بره بایسکل دوانی بکنه یا بدوه. برای دخترک ما مثلا فعلا قبلا سرگرمی که زیاد بهش وابسته بود و خوش داشت همی بود که همیشه باید رنگامیزی میکرد، باید رسم میکشید. ما دروغگوی نشم، اینم قدر ورق خواب پرسته پیشم که رسم کشیده، دلم هم نمیشه طرف پرتون میشه، چون کلان شوه برش یک خیلی یک خاطره خوب است وقتی کلان شوه برش نشان بدم. برای فعلا مثلا بایسکل دوانی را یاد گرفته، هر روز که هوا خوب بود خواست شمی است که بیرون بریم بایسکل دوانی کردن. پس خوب است که از طفلا را برشان این فرصت هم داده شوه که بفهمند سرگرمی از اونا چی است و در سرگرمی از اونا ما من حیث والدین شریک شویم. ما در مکتب ایره یاد میگیریم که برای دانشگاه یا برای پنتون چه رقم آماده شویم، برای امتحان چه رقم آماده شویم. وقتی یک مسلک، یک مسئولیت، یک شغل بر ما داده میشه، قبلا بر ما یاد داده میشه که ما باید اینی کارا رو انجام بدیم. ولی وقتی یک مادر میشیم، وقتی پدر میشیم، هیچ کسی ما رو به این مسئولیت بزرگ آماده نساخته و هیچ کدام ما به این مسئولیت آماده نبودیم. هیچ مادر پدر بی مسئولیت نیست، هیچ مادر پدر بد نیست. همه ما آیسته آیسته یاد میگیریم، همه ما کم کم یاد میگیریم. من خیلی چیزا را بعد از اینکه دخترک اولم، دخترک کلانم به دنیا آمد، روی از اون تجربه کردم، یاد گرفتم. با هر مرحله‌ای که طفل کلان شده میره، با هر سنی که طفل میرسه، همراه از اون ما هم بسیار چیزا رو یاد میگیریم. طفل واقعا برای مادر پدر خیلی چیزا رو یاد میده. از اون خاطر هیچ وقت خدا نگوییم که ما مادر پدر بی‌مسئولیت بودیم، ما باعث شدیم که طفل ما موبایل گرفت. خوب است که می که سر وقت ما متوجه یک موضوع میشیم، متوجه یک اشتباه میشیم، سر وقت امور اصلاح بکنیم. چون وقتی طفل به سنای نوجوانی میرسه، از طفولیت ما برای دیگه به سن نوجوانی و جوانی میرسه، پس بازده او وقت دیگه تقریبا ناممکن میشه که برش ده او حالت باز رای راست و رای غلط نشان بدیم. پیش از این که دیر شود، پیش از این که ناوقت شود، خوب است که متوجه بسازیم اطفال ما را. استفاده کردن موبایل در موتر، استفاده کردن موبایل در میمونیا، در محافل، خوب است که قطع بکنیم. می فهمم در بسیاری حالات خیلی مشکل است، مخصوصا برای مادرها که بسیار زیاد فامیلای افغان مسئولیت بزرگ کردن طفل تنها میگن که مسئولیت مادر است، در حالی که طفل تربیه و بزرگ کردنش مسئولیت تنها یک نفر، تنها مادر نیست، پدر هم در اینجا خیلی خیلی رول داره. ولی در بسیاری حالات چون در فرهنگ ما مردم افغانستان امیر رقم همگی کلان شدن که مادر مسئول میدانن از هر کار خوب و بد طفل، مادر مسئول میدانن و مادرام نظر به این که مسئولیتشان خانه، مسئولیت خانه، مسئولیت فامیل دگردنشان است، بعضی وقت مجبور میشن که به خاطر رسیدگی به دیگه کارهایشان طفل خود با موبایل یا با تلویزیون مصروف بسازن. خوب از وقت رسیدگی کردن هم میتونیم، اگر فامیل ما هست، اگر شوهر هست پیش ما، اگر طفل کلانتر داریم، اگر دوست ما هست، ازشان کمک بخوایم به خاطر رسیدگی کردن به طفل.
یا رسته کردن به کارهای ما. و یک موضوع دیگر متوجه باشیم که طفل وقت کلان میشه خانه چتل مردار یا گدود یا بسیار پاک صفا در یادش نمیمونه، فقط ایده یادش میمونه که مادر پدرم با ما چه قسم وقت سپری کردن یا او با مادر پدر خود چه رقم وقت سپری کرد. از او خاطر به خاطر رسیده کردن به کارهای خرد و ریزی که او را شما امکان داره در هر حالتی انجام بدین، پرورش طفل ساده و سست نگیریم، سلنگاری نکنیم در پرورش طفل ما. و ما اگر تجربه خدا بگویم دختره که من چون طفل اولم به دنیا آمد مادر بی تجربه بودم، مادری بودم که طفلم در مسافرت به دنیا آمد، فقط ما بودم و فقط شوهرم بود، دیگه هیچ کسی همراه ما نبود، یعنی هیچ کسی همراه ما نبود. ما هر دوی ما به تنهایی طفل ما را کلان کردیم. ما هم اشتباهاتی داشتیم به خاطر بزرگ کردن طفل ما که سر وقت ما متوجه شدیم و اصلاح کردیم اشتباهی ما را. دخترک کلان ما تا یک چند وقت یک کم معتاد شده بود به موبایل و خلاصه مثلا جایی می رفتیم، میمانی می رفتیم یا بیرون می رفتیم، در موتر می بودیم، همیشه میخواست که موبایل باشه در دستش. خدا را شکر که به وقتش ما و شما را متوجه شدیم و استفاده موبایل فعلا بالای دخترکم که هنوز 6 ساله نشده 5 سالش است کاملا قطع کردیم، یعنی هیچ اصلا موبایل نمیخواد که ببینه، نمیخواد که استفاده بکنه. ولی موبایل و تلویزیون یک چیزی است که زندگی ما فعلا شامل زندگی همگی ما شده و ما ایره از خود یعنی کاملا دور کردن نمیتونیم شه. روزانه یک ساعت دخترکم میبینه کارتونی، برام فقط در تلویزیون چند کارتونی است که خودش خوش داره، به خاطر یادگیری زبان کارتونی ها برش میمونیم و سعی میکنه. در شروع گفتم که اصطلاح شمشیر دولاب برای وقت استفاده میکنیم که فرصت و تهدید کنار هم بیایه. موبایل همی امره دارد از زندگی ما. خوب است وقت طفل ما میخواه گیم بازی بکنه در موبایل برش گیم هایی رو دانلود بکنیم که با استفاده کردن از او گیم یک چیز رو یاد بگیره. دختر ما برای اولین بار نوشته کردن الف باره از موبایل یاد گرفت. اما وقت موبایل استفاده میکرد ما برش همی اپلیکیشن دانلود کردم که از او طریق الف باره نوشته کردنش یاد بگیره. یا زبان انگلیسی را. ما وقتی آلمان آمدیم طبعا کالمانی را هیچ کدام ما یاد نداشتیم، دخترکم یاد نداشت، ولی به زبان انگلیسی با استادای خود صحبت میکرد، یعنی راحت صحبت میکرد. استادش میگفت که از کجا یاد گرفته، به افغانستان انگلیسی زمان رسمی تان است که طفلت خدر به راحتی گپ میزنه. چون ما استفاده کردن موبایل برش قسمی اجازه داده بودم که با استفاده از موبایل حداقل یک چیز را یاد بگیره. زبان انگلیسی را از طریق موبایل طبعا ادوانس نی، ولی به اندازه خودش خیلی راحت یاد داره، صحبت میکنه به زبان انگلیسی. خدا کنه که محتوای این ویلاگ خوشتون آمده باشه. تشکر که تا ایدم همراه ما همراهی کردین، ویدیو رو تا آخر دیدین. اگر خوشتون آمد یا اگر خوشتون نامد حتما ویدیو رو با دوستایتون شریک بسازین، با والدینی که احساس میکنین با دیدن این ویلاگ ضرورت دارن با اونا شریک بسازین. و چینل یوتیوب ما همچنان سابسکرایب بکنین و همچنان نظرتون و تجربیتون شما در قسمت کامنت همی ویدیو هم بنویسین که شما طفلتون چه رقم از موبایل جدا ساختین. تشکر از حمایت همیشه گیتون، متوجه خود باشین. تا ولاغ بعدی شما رو به خداوند احتا میسپارم. میتونین در چینل یوتیوبم سر بزنین و ولاغ های دیگر که من جور کردیم میتونین که اونا رو همچنان میبینین. متوجه خود باشین، زندگیتان به زیبایی قلب مهربان و پاکتان. خداحافظ.